سپاس و که از دوستان فراوانی که اینجا آمدن که جز این هم انتظار نمیرم. نام محمد کافیست که جمع فراوانی رو چهده هایی که ما سالی میشه تا ببینیمشون میبینیمشون این باعث افتخار ما من میگم قبل از اینکه در مورد آقای محمد امینی من مختصری بگم در اینجا یه فرصتی است. ما میدونیم تاریخمون رو شاید هیچ سلسله‌ای به اندازه صفویه نقش آفرین در تاریخ ما نباشن، در اینکه اصلا ایرانی که ما الان داریم ایران است که صفویه شکل داده و مذهب ما رو هم تقریبا مذهب ایران رو صفویه مذهب شیعه کرد و ایران که از اون زمان استقرار پیدا کرده معلومه. در مورد صفویه متاسفانه به اندازه‌ای که باید کار بشه نشده، ولی یه شخصیتی در اینجا هست که من خیلی خوشحالم که ایشون اینجا هست، آقای روتی متا، که ایشون کتابی دارم به نام سقوط اصفهان و انحطاط صفویان. ایشون چندین کتاب در این زمینه دارن و کتابشون به فارسی ترجمه شده و یه جایزه است در ایران که کسانی که در سطح جهان کتاب نوشتن در مورد ایران و بزرگ بهترین کتاب سال برای ایشون انتخاب شده جایزه جهانی. به هر حال من امیدوارم که ایشون یه موقع در اینجا دعوت میکنه بیان برای صحبت، ضمن اینکه واقعا توصیه میکنم کار ایشون رو بخونید. من اگه دو کار دیگرشون رو خوندم کار فوق‌العاده‌ای هستش. به هر حال خوشحالم که امشب ایشون هم در جمع ما هستش. اما در مورد آقای امینی فکر نمیکنم یا احتیاج به معرفی نداره. کسی که بیش از 40 سال در صحنه سیاست بوده، 30 سال پژوهش کرده، همیشه هم به دلیل گرمی سخنش و تسلطش به مطلب یه حالت منادی داشته، یه مدارم مورید دورش و هر موضعش هم که عوض شده همیشه حساب و حالت رهبریت خودش رو داشته محمد و اینقدر کارهای کتابش و مقالهش زیاده که آدم مراجعه دادن و لیست کردن معنی نداره. به هر حال 40 سال کار پرتلاش و این سالها آخر هم که یه مرتبه خیلی پرتلاشتر داره کار میکنه. برنامه های تلویزیونی زیاد داره که دیگه رادیویی داره، سخنرانی های فراوان داره. محمد فکر میکنم حدود 80-90 تا کار نوشتاری مقاله و کتاب داره. من فقط دو کتاب آخرش رو، یعنی کارهای آخرش رو میخوام یه معرفی بکنم. کتابیست که اینجا روی میز داریم به نام شیعه‌گری احمد کسروی و سوداگری با تاریخ جلد اولش، که شیعه‌گری احمد کسروی نامش معینه که بازبینی و ویرایش از کارهای اونه. سوداگری با تاریخ پاسخیست به مسئله جریان مصدق و اون چی که به خصوص این سالهای اخیر مد شده، که همطور که یه شخصیت بزرگی تاریخ اینجوری هم میگه یه دوستشون دارن یه دمشون میدازن و این سالها پرداختن به مصدق مجدد برای اینکه چهره ماندگار تاریخی ما هست زیاده و در موردش درست و نادرست خیلی چیزا گفته میشه. محمد سعی کرده اینا رو آقای امینی روشن بکنه. جلد دومش در دست چاپه. یه کار دیگه هم به نام صوفیگری دارن که در دست چاپ هستش و حرفی که الان خودشون دارن و مشغولیت ذهنشون هست که باز کتابی که به زودی در میاد
مرد فدایان اسلامه و سردار حکومت اسلامی و اینکه تزهشون اینه که ستیزی الان در داخل مملکت اینه که خط فکر فدایان اسلام و کسانی که با اون خط باور ندارن این ستیزه داره در درون مملکت میره. ظاهرن این جمعه بود که یه برنامه هم در همین یمنه صدای آمریکا داشتن. به هر حال محمد امینی هر تغییری در خطوط فکریش در طول زمان داده شده مثل هر انسان فعال سیاسی و فعال فکری آدم ها تغییر جهت میدن رو، ولی خط ملیش ثابت مونده که خب طبیعی هم اول باشه. از خانواده امینی بودن که میدونیم پدرشون وکیل دکتر مصدق بود و از اون خانواده ملی با اون سنت ملی اومدن، حتی اگر گاه آدم سنت ملی توش رو ضعیف‌تر شده باشه ولی کن ذهنیتش همون مسئله ملیش مونده. به همه در برنامه امشب هم صحبتش پیرامون همینه، یعنی در حقیقت ارزیابی کارنامه دکتر مصدق و آقای امینی نه تنها به خاطر کار پرتلاش خودش بلکه به خاطر سنت خانوادگیش در این زمینه شاید یکی از کسانی باشه که بیشتر از هر کسی صاحب نظر هستش. صحبت کنید به حال دو کتاب ایشون روی میز هست که دوباره گفتگو شد، یکی سوداگری با تاریخ، یکم شیعه‌گری احمد کسروی. من از آقای امینی خواهش میکنم که صحبت شما شروع کنم. آقا من در اینجا که نشستم تا آقای امینی میاد یکی از خوشحالیام اینه که خیلی از چهره‌ها میبینم که دیر وقت بوده ما در کانون ندیدیم ایشون. این نشون میده که ایشون چقدر مورد توجه هست. بسیار سپاسگزار هستم. خواهش می‌کنم به من تذکر بدید اگر به دور به میکروفون نزدیک شدم و صدا در بخشای از سالن اکو داشت، من فاصله بگیرم. از کانون دوستداران بسیار سپاسگزار هستم که برای چندمین بار این فرصت رو برای من فراهم آوردن که در خدمت شما باشم. از شما بسیار سپاسگزار هستم که در این سرمای بسیار شکننده واشنگتن رنج به خودتون هموار کردید و اینجا آمدید و امیدوار هستم که به حال ناخشنود نرید. بحث دوران زمامداری مصدق یکی از مسائل بسیار بررسی نشده، برخلاف آنچه که تصور می شود که بررسی شده، یکی از مسائل بررسی نشده تاریخی در جامعه ماست. در سالهای گذشته بیشتر بررسی‌های مربوط به دوران مصدق به دعوا میان طرفداران و مخالفان مصدق اساساً به دور این گره خورده، یعنی کسانی که معتقد هستند باور دارند حتی تا سطح پیشوا مصدق رو می‌دانند، که من می‌دونم این عبارت رو نباید در مورد زنده یاد مصدق به کار برد، و کسانی که معتقد هستند که مصدق زیان به جامعه ایران زده و طرفداران حالا پادشاهی هستند یا چپ هستند یا هرچی هستند، در دو سوی بررسی دوران مصدق کارهای ارزنده انجام گرفته، ولی هنوز بررسی کارنامه مصدق از این حوزه درگیری سیاسی خارج نشد. اجازه بدید یه حاشیه در اینجا برم. خیلی دشوار هست در دورانی که بررسی یک شخصیت تاریخی یا یک دوران تاریخی وارسی در دوران کنونی داره ما بتوانیم واقع بینانه به اون دوران بپردازیم. مثلا امروز چون اشاره شد به دوست گرامی من و همسر خواهرم که در اینجا هستند در مورد دوران صفوی، شما میتوانید به بررسی دوران شاه عباس بپردازید بیان که گرفتار این باشید که کسی به شما بگه طرفدار یا دشمن شاه عباس هستید، چون شاه عباس بازیکنی در حوزه سیاست امروز ایران نداره. یا حتی میتونید دوره نادرشاه رو بررسی کنید تا حدودی واقع بینانه، ولی بررسی دوران رضاشاه، محمد رضاشاه، مصدق و خیلی های دیگه بسیار دشوار است، چون با سیاست امروز ایران پیوند پیدا میکنه و هرچه از این تاریخ ما بیشتر فاصله بگیریم
واقع بینی بر پژوهشگران بیشتر چیره میشه. این است که من ادعا ندارم که در بررسی هایی که میکنم به طور قطعی واقع بین هستم و از هیچ گرایشی بهره نمیگیرم، ولی کوشش کردم در بررسی های خودم که تا اونجایی که ممکن هست واقع بین باشم. خیلی ها در برخورد به سخنرانی ها و کارهایی که من در مورد دوران مصدق داشتم و از جمله این سه جلد کتابی که یکیش منتشر شده، دوتا در دست انتشار هست، این خورده رو بر من گرفتن که شما این عاشورای 28 مرداد رو دست از سرش بر نمیدارید. جالب اینجاست که یکی از این دوستانی که به من میگفت که چرا دست از سر این عاشورای 28 مرداد بر نمیدارید، از جمله کسانی بود که در تهیه برنامه رستاخیز سیاهگر در اروپا خیلی نقش داشت. یعنی این یکی عاشورا نیست، ولی اون عاشوراست. در واقع یکی بیشتر به عاشورا نزدیکتر تا اون رویدادی که در تاریخ ایران نقش بسیار بسیار ماندگارتری داشته. یا کسانی میگویند که باید از این دوره برید و چرا باید به قول بعضی ها جنازه مصدق رو دوباره زنده کرد. ببینید، جوامع بشری بدون نگاه به تاریخشون نمیتوانند خودشون رو بشناسند. به نادرست گفته میشود که به گذشته چراغ راه آینده است. نه، دانش چراغ راه آینده است، ولی گذشته به ما مینماید که ما که هستیم و چرا به اینجا رسیده ایم و با چه گرفتاری هایی دست به گریبان هستیم. و بنابراین بررسی دوران مصدق هم از این منظر دارای اهمیت است. مصدق با همه توانایی ها و ناتوانی ها یکی از فرازهای محدود و محدود جامعه ایران در 200-300 سال گذشته بوده. یعنی ما با کشوری روبرو نیستیم که دارای فرازهای تاریخی بسیار زیادی باشه. ما درماندگی های تاریخی زیادی داشتیم در زندگی دراز تاریخ و جامعه ایران و فرازهای بسیار اندکی، و دوران مصدق یکی از این فرازهاست. من دوران مصدق رو اساساً از منظر ادامه انقلاب مشروطه مورد بررسی قرار میدم، به این معنا که شما اگر آرمان‌های انقلاب مشروطه رو در نظر بگیرید، اون وقت میتوانید مصدق رو هم بهتر بشناسید. مشروطه با همه پیچیدگی‌هایی که داشت، در واقع دو چشمنداز بیشتر در برابر خود ننهاده بود. از یک سوی چشمنداز ساختن یک دولت مدرن ملی آرمان مشروطه بود. ملی هم در اینجا منظورم اون بحثی که سر ملی‌گرایی و ضد ملی و اینها نیست. ملی در اینجا معنای ناسیون هست، به معنای دولت ملی است. پیدایش یک دولت مدرن ملی یکی از آرمانهای اساسی مشروطه بود. اتفاقا در این زمینه مشروطه و جامعه ایران 100 سال گذشته تا حدود زیادی کامیاب بوده. یعنی ما توانستیم یک دولت مدرن ملی با همه گرفتاری ها و تنگناها و آنچه که به هر حال به جامعه ایران مربوط میشه بسازیم. حالا صورت دیکتاتوری پیدا کرده، این موضوع رو دگرگون نمی‌کنه که از دل مشروطه یک دولت مدرن بیرون آمد. حالا مدرن در حدی که جامعه ایران میتوانست این مدرن رو بپذیره. جنبه دیگر آرمان مشروطه مشارکت مردم بود. در این زمین است که مشروطه ناکام باقی مونده. یعنی اگر شما به تاریخ مشروطه نگاه کنید، مجلس در کانون انقلاب مشروطه است. اگرچه میگویند که قوای سگانه، ولی در واقع مجلس هست که تقریبا همه اکسیژن انقلاب مشروطه رو به خودش کشیده و مجلس هست که نگین انقلاب مشروطه است. و مشارکت مردم در قامت مجلس و در قامت انجمنها و در شرکت مردم در سرنوشت خودشون تجلی پیدا میکنه. در این زمینه مشروطه ناکام ماند. یعنی پس از آغاز دیکتاتوری، در آغاز دیکتاتوری ناصرالملک و سپس دیکتاتوری پهلوی، اساسا مشارکت مردم از ایران رخت بربست و دولت مدرن ملی همچنان پای بر جای ماند، منتها بدون مشارکت مردم. دوران زمامداری دکتر مصدق از همه چیز بالاتر دوران اوج مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خیش برای دوره کوتاهی است. یعنی اگر ما دوره کوتاه آغاز مشروطه و مجلس اول و دوم رو کنار بگذاریم، تنها دوره دیگری که ما شاهد مشارکت مردم برای ساختن یک جامعه جدید هستیم، یکی در دوران خیلی آغاز انقلاب، اون بهار آزادی که ازش آورده می شد هست، و دیگری در دوران 28 ماهه زمامداری مصدق.
که یکی از مهمترین دستاوردهای اون اتفاقا پروژه‌ای است که خود مصدق آغاز نکرده بود، یعنی ملی شدن صنعت نفت، ولی مصدق اون رو رهبری کرد و انجام رسوند. برخی امروز مد شده در ایران، به ویژه پژوهشگرانی در ایران، آقای غنی نژاد و در خارج کسان دیگری، اقتصاددانانی وارد این بحث میشن که ملی شدن صنعت نفت شاید به زیان جامعه ایران بوده، چرا که با ملی شدن صنعت نفت ما یک رشته حقوقی رو که میتوانستیم در شرکت نفت ایران انگلیس داشته باشیم از دست دادیم و استدلالهایی که میآورند. من همیشه این رو مقایسه میکنم با فرار زنی که همسر ثروتمندی داره و این همسر ثروتمند اون رو هر روز کتک میزنه و فرار او از این منزل و رفتن به خانه‌هایی که برای زنان آسیب دیده، آسیب یافته و سرکوب شده فراهم شده. ممکنه یه نفر به اینا بگه که شما میتونستید مدتی هم بیشتر بمانید تا کفش‌های بیشتر، لباس بهتر داشته باشید، در حالی که اون زن حاضر تمام اونها رو واگذار کنه برای که آزادی خودش رو به دست بیاره. حق حاکمیت ملی و حق یک ملت بر سرزمین مشاع خودش، بر منابع زیرزمینی، حقی است که هیچ کس نمیتواند از یک جامعه بگیره. و در دوران مصدق، جدا از اینکه آیا مذاکراتی که انجام میشد همه اونها درست بود یا نه، حقی بود که جامعه ایران میبایست بستانه و در دوران مشروطه نتوانسته بود بستانه و در دوران مصدق این رو ستاند. و یکی از دستاوردهای بزرگ دوران مصدق مسئله ملی شدن صنعت نفت است. اما به نظر من دوران مصدق بزرگترین دستاوردش ملی شدن صنعت نفت نیست. این چیزی است که جامعه ایران در خاطره مشترکش به جای مانده. ملی شدن صنعت نفت با شخص دکتر محمد مصدق شناسایی می شود. اما جنبه های از رفتار و کردار و به طور کلی زندگی و دوران زمامداری دکتر مصدق وجود دارد که تا حدود زیادی در میان ایرانیان یا شناخته نشده یا شناسانده نشده. ببینید، به این واقعیت نگاه کنید که ایرانیان از میانه دهه 20 آغاز یک جنب و جوشی رو آغاز کردند برای ملی شدن صنعت نفت و سرانجام در اسفند 1329 به موفقیت رسیدن و دکتر مصدق به دلیل ملی شدن صنعت نفت به نخست وزیری رسید. ولی در دوران زمامداری، در دوران پادشاهی دوره دوم پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی از 28 مرداد تا سال 57، در ساختمان نخست وزیری ایران، وقتی از وزیران به وزیران دیگر اون پیکره هایی که به دیوار زده بودند رو کنار هم نهاده بودند، نخست وزیری ایران در ایران از آخرین دوره علاب زاهدی انتقال پیدا میکرد. دوره 28 ماهه زمامداری دکتر مصدق دوره گمشده‌ای در تاریخ ایران بود. در دوران پس از انقلاب هم، اگرچه امروز سران برخی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی کوشش می‌کنند خودشون رو در پرچم به جای مانده از اون دوران بپیچانند، حتی یک کوچه بن‌بست هم به نام مصدق نیست. بنابراین با تمام مهری که این جامعه به این شخصیت داره، شخصیتی است که کوشش بسیار زیادی شده در جامعه تا اون فراموش بشود. ماندگاری دوران مصدق و شخصیت مصدق نفت نیست. ماندگاری او در ادامه انقلاب مشروطه است. در چند زمینه است که امشب به اون اشاره خواهم کرد. نخستین دستاورد بزرگ دوران مصدق قانونگرایی است. یعنی آن چیزی که در دوران پیش از مشروطه مستشار دوله تبریزی و سپس میرزا مکم خان آغاز کرده بودند و باور بر این داشتند که بدون قانون نمیتوان، بدون توسل به قانون و بدون داشتن یک ساختار قانونی نمیتوان یک جامعه مدرن بنا کرد. مستشار دوله تبریزی در اون کتاب معروف یک کلمه، جزوه کوچکی که در پاریس نوشته بود، از جمله در پیشگفتارش آرزوی کشوری رو میکرد که در آن شاه و گدا در برابر قانون با هم برابر باشند. دوران مصدق سمبل چنین دورانی بود، یعنی دورانی بود که کوشش شد برای که در حوزه قانونی همه ایرانیان با هم برابر باشند. این نکته که دکتر مصدق در هنگامی که از منزل خود، ببخشید، از مجلس، پس از رأی اعتماد مجلس به کاخ نخست وزیری میرفت، چون اون زمان کاخ نخست وزیری هنوز به منزل او منتقل نشده بود که در خیابان کاخ بود،
در اون ماشین یادداشت رو با دستخط خودش نوشت و به شهربانی فرستاد که مزاحم هیچ روزنامه‌ای به دلیل توهین به من یا حمله به من نشوید و هیچ روزنامه نگاری رو به جرم این که به من توهین کرده بازداشت نکنید. این یکی از نخستین گام‌های قانونی دکتر مصدق بود. در تاریخ ایرانی کار بی‌نظیر بود که نخست وزیری از اختیارات خودش برای سرکوب یا محدود کردن روزنامه‌نگاران یا کسانی که به او برخورد می‌کنند بهره نگرفته باشه. قوام السلطنه که شخصیت دیگری است که خیلی در این روزها به اون می‌پردازند، در یکی از نخستین دوره‌های نخست وزیری خودش پس از شهریور 20 به مدت 48 روز تمام روزنامه‌های پایتخت رو تعطیل کرد و اجازه نمی‌داد احدی علیه او در روزنامه‌ها چیزی بنویسند. و این در دوران‌های پس از او هم بود، در دوران رسم‌آرا هم بود، در حالی که در دوران مصدق قانون‌گرایی مصدق به گفته یکی از پژوهشگران به چنان پاشنه آشیلی یا چشم اسفندیاری برای خود حکومت مصدق تبدیل شد که روزنامه‌ها بی‌تاب و بدون هیچ گونه نگرانی به مصدق پرخاش می‌کردند و شاید یکی از زمینه‌های براندازی دولت مصدق این جنجال‌هایی بود که روزنامه‌ها آزادانه انجام می‌دادند. تنها در پایتخت یعنی در تهران شمار روزنامه‌های تهران از حدود 100 روزنامه آزاد در آغاز زمامداری مصدق به نزدیک 400 روزنامه آزاد رسید که بیشتر این روزنامه‌ها از روزنامه‌های مخالف دولت بودند و یک روزنامه را در این دوران به دلیل مخالفت با دولت مصدق توقیف نکردند. در همین زمینه قانون‌گرایی من شما رو رجوع می‌دم به قسمتی از خاطرات خلیل ملکی. میگوید خلیل ملکی که ما رفتیم در این یک ماه پیش از 28 مرداد هست، در روز 30 تیر 1332 در بامداد جبهه ملی اعلام تظاهرات کرده بود به یاد 30 تیر سال گذشته و گویا 3 تا 5 هزار نفر بیشتر جمع نشده بودند. در شامگاه همون یا بعد از ظهر پس از این روز همون روز حزب توده اعلام تظاهرات کرده بود و گویا بین 20 تا 30 هزار نفر به این تظاهرات رفته بودند و خلیل ملکی شتاب زده نزد مصدق میره و میگه شما دارید با دست خودتون ما رو غرق میکنید، شما جلوی تظاهرات توده ای ها رو اگر نگیرید مردم و خارجی ها این تصور رو خواهند کرد که ما دارای پایگاه نیستیم و کمونیست ها دارن قدرت میگیرن. خب میدونید حزب توده در اون دوران غیر قانونی بوده، از دوران کوشش در برحال ادعای کوشش برای کشتن شاه که به اونها بسته بودند غیرقانونی بوده، ولی به نام‌های جبهه‌های جلودار خودش فعالیت می‌کرده، مانند جمعیت مبارزه برای با استعمار و خانه صلح و دیگر انجمن‌هایی که وجود می‌داشت. این تظاهرات شامگاه هم با این نام انجام شده بوده. خلیل ملکی می‌گوید که به این هشدار رو دادم، پاسخ مصدق این است که یعنی گفته بوده خلیل ملکی که جلوی تظاهرات توده‌ای‌ها رو بگیرید. میگه مصدق پاسخ داد آقا بروید قانون بگذرانید، یعنی اگر شما قانون گذراندید و این گروه ها رو غیر قانونی کردید بنده به عنوان رئیس دولت موظف به اجرای قانونم، ولی من حق ندارم جلوی تظاهرات رو بگیرم چون تظاهرات رو این گروه ها با اجازه رسمی از شهربانی انجام میدن و قانون جلوگیر اونها نیست. و این یکی از برجسته ترین، یعنی این نه این مورد قانونگرایی که برجسته ترین جنبه های میراث مصدق و میراث زمامداری اوست. موضوع قانون مداری و قانون پروری رو در جامعه کم نگیرید. یکی از بزرگترین گرفتاری های تاریخی ایران که هنوز هم گریبانگیر جامعه ماست فقدان قانون مداری در جامعه ایرانه. یعنی نه دولت به قانونی که خودش وضع میکنه وفاداره، نه مردم به این قانون وقی میذارن. همین دولت کنونی در ایران به قوانینی که خودش هم وضع میکنه وفادار نیست، مردم هم به قوانین وفادار نیستن. در ایران امروز ما اگر شما سر چراغ قرمز چون ماشینی نیستش ولی بایستید به شما خواهند گفت سوسول، یعنی میگن شما این علاقه چیه؟ چراغ قرمز ولی ماشین نیست، رد شو. یعنی مردم باور به این دارن که قانون فقط موقعی باید اجرا بشود که نقض قانون ممکنه انسان رو گرفتار بکنه، در حالی که نه دولت و نه جامعه پایبند به قانون نیست. این فقدان فرهنگ قانون در ایران و فرهنگ قانون مداری در ایران یکی از بزرگترین گرفتاری های تاریخی جامعه ایران بوده و به نظر من این دیدگاه دکتر مصدق ادامه اون اندیشه ایست که
در کتاب یک کلمه و سپس در کارهای دیگر بزرگان مشروطه نمونه اون را ما میتوانیم ببینیم و دکتر مصدق و دولت او از این منظر ادامه انقلاب مشروطه هستند. دومین زمینه که باید به اون اشاره کنم موضوعی است که این روزها خیلی سر زبان هاست به نام سکولاریسم. میدانید که واژه سکولار و سکولاریسم در سال 1349 وارد فرهنگ سیاسی ایران شد و تا سال 49 در فرهنگ سیاسی ایران اصلا وجود نداشت و حتی در سالهای پس از اون هم و حتی در دوران انقلاب 57 هم کمتر از این واژه بهره گرفته میشد و این روز هاست که این واژه دوباره سر زبان ها افتاده و برداشت های گوناگونی هم از اون هست. اساسا هم مراد من سکولاریسم همون چیزی است که امروز در مثلا آمریکا رایج است، یعنی جدا ماندن نهادهای دینی و دولتی از یکدیگر، حق قانونگذاری زمینی و عدم دخالت دولت در دین مردم. این جنبه در انقلاب مشروطه در مواردی کاملا خودش رو نشون داد، از جمله در اینکه هنگامی که انتخابات تهران به پایان رسید و بر اساس پیشنویس قانون اساسی، یعنی اون نظامنامه‌ای که تهیه شده بود، پس از انتخاب 60 نماینده بنا بود مجلس شورای ملی در کاخ گلستان تأسیس بشود، چون میدونی که شاه مریض بود مظفرالدین شاه و مشروطه‌خواهان اصرار داشتن که مجلس تشکیل بشه و با شتاب قانون اساسی رو تصویب و به امضا شاه برسونه، چون میدونستن که اگر در بگذره فرزندش با قانون اساسی موافقت نخواهد کرد. این است که با شتاب میخواستن در کاخ گلستان نخستین نشست مجلس شورای ملی رو برگزار کنن. بر حسب تصادف، چون میدونید در اون هنگام تاریخ ایران هنوز تاریخ قمری بود، روز گشایش مجلس با نیمه شعبان، یعنی زادروز امام ناپیدا، یکی شد. پایه‌گذاران مشروطه مخالفت کردند با اینکه در این روز مجلس گشایش پیدا بکنه. گفتن روز جشن دینی نمیتواند روز جشن ملی باشه و دو روز گشایش مجلس رو به تعویق انداختن و سپس در بحث پیرامون اصل هشتم متمم قانون اساسی، به نظر من باورهای سکولار بدون اینکه از این واژه استفاده بکنند چهره خودش رو کاملا نشان داد. در اونجا بحث بر سر این بود که آیا مسلمان و غیر مسلمان در برابر قانون حقوق برابر دارند. شیخ فضل‌الله نوری میگفت بر این برخلاف شرع انور هست، مسلمان و غیر مسلمان در یک جامعه اسلامی با هم برابر نیستند و حتی اهل سنت و شیعیان هم با هم برابر نیستند. ولی سرانجام مجلس تصویب کرد در اصل هشتم متمم قانون اساسی که اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی حقوقند. این که در پس ذهن تصویب کنندگان از اهالی آیا زنان بوده یا نبوده موضوع مورد بحث ما نیست، بلکه موضوع ما مورد بحث ما در این است که در اعتراض به این اصل که شیخ فضل‌الله خانه نشین شد یا در واقع رفت به زاویه حضرت عبدالعظیم و در اونجا بستش است و گفت نه، در کشور اسلامی مسلمان و غیر مسلمان در برابر قانون برابر نیستند، چیزی که هم امروز همین اصل هشتم متمم قانون اساسی هنوز اجرا نشده. مصدق سخت پایبند این اصل بود. من برای شما مثالی میآورم از خاطرات فلسفی. میدونی که در اون هنگام فلسفی یکی از نمایندگان بروجردی در تهران به شمار میآمد. آیت الله بروجردی از سال 1324 که آستابالحسن اصفهانی در نجف درگذشت که بزرگترین مرجع تحقیق به شمار میرفت، هنگامی که در بیمارستان آمده بود برای مداوای بیماری که داشت در تهران به سر میبرد، به پیشنهاد آقای بهبهانی، سید محمد بهبهانی، فرزند سید عبدالله بهبهانی معروف، به بیادت او رفت و شاه، یعنی شاه به بیادت او رفت و او رو تشویق کرد که در قم بماند و مرجعیت شیعه ایران رو در دست بگیره و بروجردین رو پذیرفت و به این ترتیب برای نخستین بار پس از دوران مهاجرت روحانیون از ایران به عتبات در دوران پس از فروپاشی دولت صفوی مرکز تشیع تا شیعه‌گری تا حدودی به ایران بازگشت، به قم بازگشت. آقای بروجردی نمایندگانی در تهران داشت، یکی از اونها آیت الله فلسفی بود یا حجت الاسلام فلسفی منبری معروف که کتاب خاطراتی نوشته. دو بار با مصدق دیدار کرده و هر دو رو یادآوری کرده. میگوید که من با پیغامی از طرف آقای بروجردی آمدم به تهران. اول رفتم پیش اعلی حضرت
و سپس رفتم. البته اون نمیگه اعلی حضرت، قبلا میگفته اعلی حضرت، میگه شاه. رفتم پیش شاه و سپس پیش مصدق و پیغام آقای بروجردی رو به آقای ایشان رساندم. پیغام آقای بروجردی هم این بوده، خوب توجه داشته باشید که آگاهی یافتیم که در شهرستان ها در اداره های دولتی این بهایان مزاحم مسلمانان میشن. حالا تا چه اندازه اصلا میشه اینو تصور کرد که در یک کشور ایران بهایان به چنان قدرتی رسیده باشن که مزاحم مسلمانان شده باشن بمانن. ولی با این پیام میاد سراغ آقای بدصفی، میاد سراغ شاه و سراغ مصدق. جواب شاه رو میدانیم چیست؟ جواب شاه رو از خاطرات خود شاه نمیدانیم، ولی از خاطرات ثریا میدانیم. ثریا خاطراتی داره به نام کاخ تنهایی، به فرانسه نوشته شده، خاطرات بسیار زیبایی هم هست، فارسی هم برگردانده شده، فارسی هم دقیق هست با فرانسش. و برخلاف بسیاری از خاطره هایی که می نویسند، ثریا هنوز شیفته و عاشق شاه است. این خاطرات رو می نویسه، یعنی خاطرات خاطرات گزنده نیست، خاطرات کسی است که هنوز شاه رو دوست داره. می گوید که من همه دوستان خودم رو در کاخ از دست داده بودم به خاطر رقابتی که اشرف و خواهران شاه با ثریا داشتند و یکی یکی اونها از کاخ رانده شده بودند و من تنها کسی که در کاخ دوست من باقی مانده بود سرهنگی بود به نام عیادی، پزشک، بعدها شد سرلشگر، پزشک مخصوص شاه که میدانیم که قبل از ازدواج جان خود ثریا رو هم از مرگ نجات داده بود. میگن یک روز دیدم عیادی نیامد، چون عیادی هر روز میرفت به کاخ و فکر کردم مریض شده، بیمار شده. دو سه روزی گذشت، بالاخره از محمد رضا پرسیدم، با همین عبارت هم یاد میکنه، میگه از محمد رضا پرسیدم که این عیادی پزشک شما چرا نیامده، بیمار شده، خیلی تنها بودم. میگه نه، بزرگ دین ما به ما پیغام داده که این طایفه، یعنی این روحانیون، این بهائیان، اینها برای ما زیانبار هستند، آقای عیادی بهایی است و من از ایشون خواستم که فعلا دیگه به کاخ نیام. این پاسخ محمد رضا شاه به پیام آقای بروجردی است. آقای فلسفی می نویسد که به دیدن آقای مصدق رفتم و به ایشون گفتم همون پیام آقای بروجردی رو. میگه صحبت من به پایان نرسیده بود، قاق با خندید و گفت آقای فلسفی به آقا بگید، یعنی آقای بروجردی، من نخست وزیر همه مردم ایرانم، برای من مسلمان و بهائی هیچ فرقی ندارد. ببینید دوستان، این در سال 1392 نیست، این در سال 1331 است، زمانی است که پشتیبانی از حقوق بهائیان مد نشده، پذیرفته نیست. مصدق میتوانست به فلسفه بگوید چشم و اجرا نکنه، یعنی ایشون راضی کنه که برگرده به بروجردی بگه آقا هم گفتن اجرا میکنم و اجرا نکنه. نه، حاضر نیست بپذیره که حقوق بهائیان با هم نباید برابر باشه. همین رو سندی که امروز در دست ماست از انجمن بهائیان آمریکا که منتشر کردن، ستایشی که از مصدق به خاطر دیداری که با اونا در واشنگتن داشته و وعده هایی که برای پشتیبانی از حقوق بهائیان داده و آشکارا با اونا دیدار کرده، امروز در دست ماست. این قانونگرا، این ببخشید، این باور به برابری همه ایرانیان از هر دسته و تباری که هستند، گوهر سکولاریسم است. یعنی سکولاریسم شعار نیست، سکولاریسم ادعای حقوقی نیست، سکولاریسم رفتاری است که به این باور داره که انسان ها با هر باور دینی که دارند در برابر قانون یکسان هستند و مصدق و هر نخست وزیری نخست وزیر همه اونهاست. این رفتار مصدق نشانه باور او به یک چشمانداز سکولار هست، چیزی که کمتر ایرانی درباره اون شنیده. اما اجازه بدید به دو جنبه بسیار مهم عنصر سومی که میخواهم از کارنامه مصدق برای شما باز بکنم اشاره بکنم. البته اینها همه پیش درآمدی است، در کتابم خیلی از اینها رو گفتم، اگر خواستید میتونید در اونجا دنبال کنید. یکی از آرمانهای مشروطه مشارکت مردم بود. جدا از اینکه مصدق در زمینه برانگیختن مردم، در پشتیبانی از ملی شدن صنعت نفت نقش بسیار اساسی بازی کرد، در دو مورد بسیار دقیق و اساسی دیگر ما نشانه بازگشت او رو به
مسائل حل نشده دوران مشروطه میبینیم. یکی از آرمان‌های مشروطه دامن زدن به انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شرکت مردم در سرنوشت خیش در شهرها بود و در ایالات. یعنی فقط مجلس نبود که باید کانون گسترش دموکراسی باشد، بلکه در کشوری مانند ایران این دموکراسی باید شهری میشد، باید به روستاها میرفت، در انجمنهای شهری و روستایی جلوه پیدا میکرد. قانون انتخابات شهرداری ها که برای نخستین بار در ایران تنظیم شده بود و اختیاراتی که به انجمن شهر برای نخستین بار در تاریخ ایران داده شد، بازگشت به آرمانهای مشروطه بود و حتی جلوتر از اون. یعنی برای نخستین بار در قانونی که در سال 1331 تهیه شد، موضوع اختیار دادن به انجمنها برای برگزیدن شهرداران و نه وزارت کشور مطرح شد و انتخابات مستقیم انجمنهای شهر برای نخستین بار در این لایحه گنجانده شد. اجازه بدید حاشیه‌ای در اینجا برم که باز هم این دو موردی که میخوام حاشیه بگم نمونه‌ای از همین کار هست، ولی جنبه حاشیه‌ای داره. یکی در مورد همین لایحه هست. مصدق با اختیاراتی که از مجلس گرفته بود در هیئت وزیران یا با کمک متخصصین لایحه‌ای رو تصویب می‌کردند و این لایحه رو به مجلس می‌دادند و برخلاف تصوراتی که امروز پراکنده می‌کنند که بله مصدق یک تنه یک سره قوانین می‌گذراند، موضوع بر سر این بود که با این لایحه اختیارات قانون به مرحله اجرا در می آمد، مگر اینکه مجلس این قانون رو در 6 ماه پس از تصویب اون رد بکنه. یعنی مجلس حق داشت که این قانون رو رد بکنه، دولت خود کامل بود، ولی میخواست این قوانین در این گلوگاه مجلس، این گرفتاری که مجلس داشت که نمیتوانست بررسی کنه قوانین رو به خاطر دعواهای درونی، گرفتار نشه و بنابراین قوانین رو تصویب میکردن. اما یه کار دیگه هم میکردن که در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده، کاری که امروز در غرب انجام میشه. قوانین پیش از اجرا به مدت 4 تا 6 هفته در روزنامه‌های تهران و شهرستان‌ها به چاپ می‌رسید تا مردم درباره قوانین اظهار نظر بکنند و برای نخستین بار در تاریخ ایران مردم می‌توانستند قوانین رو پیش از آن که تصویب بشود بخوانند. این قانون شهرداری‌ها از جمله به چاپ رسید، یعنی در فکر می‌کنم آذر ماه سال 1331 بود که این قانون از هیئت وزیران رد شد و در روزنامه‌ها به چاپ رسید و برای نخستین بار بحث اختیارات به شهروندان در اداره امور شهرها مطرح شد. اما یه چیز دیگه در این قانون بود، یه چیزی که دیگران افتخارش برای خودشون نوشتند. میدانیم که در تاریخ معاصر ایران این گونه مطرح شده که برای نخستین بار زنان در سال 1341-42 در دوران انقلاب شاه و ملت حق رأی پیدا کردند. میدونید که در قانون اساسی مشروطه جایی برای حق رأی زنان در نظر گرفته نشده بود. در قانون انتخابات اون زمان زنان در کنار محجوران و ورشکستگان به تقصیر از حق رأی محروم بودند. به اونها میگفتند طایفه نسوان. تنها کسی که مسئله حق رأی زنان رو اولین بار در مجلس دوم شورای ملی مطرح کرد، اگر دوستان اینجا از همدان هستن باید خیلی شادمان بشن، نماینده همدان در مجلس بود که خودش هم چند تا زن داشت، اونو باش مشکلی نداشت، ولی کسی بود که رفت در صحنه مجلس و گفت این خانوم ها باید حق رأی پیدا کنند و اونها مانند آقایون دارای شعور هستند. که مدرسی که از کسانی بود که سخت به این پرداخت و بیشتر مشروطه خواهان هم گوشزد کردن که این آبباریکه روح مردان رو هم که ما به زحمت گرفتیم علما از ما خواهند گرفت، فعلا این رو به آینده واگذار کنیم و کنار رو. نه انقلاب شاه و ملت، بلکه دوران مصدق است که برای نخستین بار به زنان حق رأی داده شده. و یکی از اسرار تاریخی که تا کنون کمتر دربارش صحبت شده در این است که در قانون انتخابات انجمنهای شهری و روستایی، قانون انتخابات شهرداری ها به زنان حق رأی داده شد و یکی از مهمترین دلایل برانگیخته شدن روحانیون و به ویژه کاشانی در مخالفت با مصدق از این هنگام به بعد همین مسئله حق رأی زنان بود که کمتر به اون پرداخته شده. متاسفانه حتی طرفداران و پیروان مصدق هم چون در جنجال دعوای میان
سلطنتی و مصدقی باقی ماندن کمتر به این جنبه بسیار مهم دوران مصدق برداختن. که شما وقتی قانون انتخابات اون دوره رو نگاه میکنید که من در کتاب بهش اشاره کردم، حتما در قسمت دوم قسمتی از اون رو خواهم خوند، اون بخش مربوط به این که چه کسانی از حق رأی دادن و از حق انتخاب شدن محروم هستند که در قانون اساسی ایران، قانون انتخابات اون زمان و حتی در قانون مصوب مجلس مؤسسانی که شاه فراخوانده بود در سال 1328 منعکس بود، چه کسانی از رأی دادن محروم هستند، چه کسانی از انتخاب شدن محروم هستند، مهجوران یعنی دیوانگان و شکستگان به تقصیر و طایفه نسوان زنان، این رو حذف کردن در قانون انتخابات شهرداری. یعنی گفتن چه کسانی از رأی دادن محروم هستند، دیوانگان و شکستگان به تقصیر، تموم شد. چه کسانی از انتخاب شدن محروم هستند، افزون بر اینها کسانی که در کار دولتی هستند، یعنی کسانی که در مقامات بالای دولتی هستند نمیتوانند از این موقعیت خودشون برای انتخاب در انجمن شهر یا روستا بهره بگیرند که موضوع حقوقی است، ولی به زنان حق رأی داده شده بود. بلوایی در گرفت. من چون به خاطر کارم تمام مذاکرات مجلس را شهریور 20 تا پایان سال 34 خواندم، بلافاصله دیدم که در همان فردای چاپ این لایحه در مجلس بلوا به پا شد. در قم تظاهراتی برگزار شد که یک نفر هم در این تظاهرات کشته شد. هزاران نفر در برابر مجلس گرد هم آمدند و شکایت می‌کردند از اینکه مصدق به زنان حق رأی داده. ببینید آقای برونجردی کمتر در سیاست دخالت می‌کرد. تنها موردی که ما سندی داریم که آقای برونجردی به خط خودش یا به خط کاتبش نسبت به دولت مصدق اعتراض کرده در کنار نامه ایست که در پاسخ به بهبهانی یکی از روحانیان برجسته قم به مصدق نوشته و رئیس مجلس که در که اعتراض کرده به حق رأی زنان و در حاشیه اون آقای بروجردی نوشته در کشور اسلامی رأی زنان حرام است، به مصدق یادآوری کرده. پس بحث حق رأی زنان در اون دوران مطرح شده. بنابراین رویاوری به مشارکت مردم به ویژه در مورد حق رأی زنان که نیمی از جمعیت ایران بوده از میراث دوران مصدق هست، نه انقلاب شاه آمد. و جالب اینجاست که یکی از محدود قوانینی که در دوران مصدقی در دوران زاهدی کنار نهاده شد قانون انتخابات شهرداری ها بود. اون کنار نهادن، خیلی قوانین دیگر پذیرفتن. حتی در این زمینه مشارکت مردم این رو هم اشاره کنم، در مجلس شورای ملی یکی از بزرگترین مخالفان مصدق که پسر یعنی جمال امامی باشه ناسزا میگفت و میگفتش که آقای مصدق اجازه نمیده صدای ما به گوش مردم برسه. مصدق در خود مجلس در حال سخنرانی بود که این رو شنید، بیرون از مجلس دستور داد که از اون روز به بعد مذاکرات مجلس به طور زنده از رادیو پخش بشه و در کاخ بهارستان بلندگو گذاشتن که مردم بتوانند مذاکرات داخل مجلس رو بیرون از مجلس بشنوند. این چیزها در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده. برمیگرده این مقدار زیادیش به آموزش‌هایی که مصدق از فرهنگ سوئیس دیده بوده، یعنی شیفته فرهنگ سوئیس و دموکراسی مستقیم سوئیس بود تا حد خطا به نظر من، تا حدی که مصدق گاه گمان می‌کرد که ایران رو می‌تواند یک شبه به سوی سوئیسی شدن پیش ببره. دموکراسی مستقیم سوئیس که گاه افراطی میشه در حدی است که مردم در یک کوچه حتی به رنگ سطل آشغالشون رأی میدن و چیزهایی رو درش دخالت مستقیم میکنن که در کشورهای دیگه تقریبا محال هست و این مدل دموکراسی سوئیس هست. مصدق خیلی شیفته دموکراسی سوئیس بود، حتی در جایی نوشته که زمانی فکر میکرده که همون دوران پس از بدون بسته شدن مجلس و گرفتاری های ایران ببخشید اندکی پس از اون که فکر میکرده اصلا بره تابع سوئیس بشه و کار وکالت در سوئیس بکنه، بنابراین شیفته این جامعه و متدولوژی های دموکراسی اونجا بوده و چه بسا از اونجا این ارمغان ها رو به کار خودش میآورده. بنابراین مشارکت مردم در زندگی سیاسی و اجتماعی خود یکی دیگه از دستاوردهای برجسته دوران مصدق است. اما
نکته بسیار مهم دیگری که کمتر به نظر ما اون گونه پرداخته شده آن چیزی است که ما امروز هم در واقع باش روبرو هستیم. انگامی که بحث پیرامون موضوع 28 مرداد و درگیری مصدق با مخالفان خودش پیش میاد، یکی از جنبه‌های بسیار مهمی رو که ما فراموش می‌کنیم و امروز می‌توان گفت جامعه ما خوشبختانه داره به اون میرسه، خشونت پریزی است. گریز از خشونت هست. مصدق می‌توانست برای جلوگیری از کودتا شاید متوسل به یک حربه‌های نظامی بشه و می‌توانست چه بسا شرایطی رو آغاز بکنه که بتواند به جنگ داخلی بیانجامد. به نظر من یکی از دلایل نه کوتاه آمدن بلکه واکنش نسبتاً کمرنگ مصدق در برابر رویدادهای 28 مرداد گریز او از این توسل به خشونت بود. یعنی به یارانش هم گفته بود که ما نمیتوانیم اجازه بدیم که در جامعه ایران هزاران نفر به خاطر ماندن دولت من کشته بشن. حالا شاید این ارزیابی امروز از نظر خیلی ها نادرست باشه، شاید اگر مقاومت میکرد و میتوانست جلوی کودتا رو بگیره سرنوشت جامعه ایران به گونه دیگری پیش میرفت. البته من ارزیابی این هست که وقتی دو دولت بزرگ جهان تصمیم گرفتن که دولت مصدق رو براندازن و به مدت 28 ماه تمام برای براندازی دولت مصدق کارزار برانگیختند، اگر هم 28 مرداد مصدق رو برنمی‌انداخت 28 دی ماه رو می‌انداخت، 6 ماه بعد رو ثابت می‌کردند. یعنی برانداختن دولت مصدق تقریبا یک پدیده ناگزیر در تاریخ ایران بود، برای که یک رویدادی بود که هنوز شاید جامعه ایران به اندازه کافی آمادگی پذیرش کامل اون رو نداشت، شرایط جهانی هم شاید آمادگی اون رو نمی‌داشت. موضوعی است که حالا در حاشیه اشاره خواهم کرد. اما باور من بر این است که در این زمینه‌هایی که اشاره کردم، یعنی در زمینه‌های گریز از خشونت، زمینه‌های مردمداری، زمینه‌های گسترش دموکراسی، حقوق شهروندی، باور به سکولاریسم و برابری همه ایرانیان در برابر قانون، قانون مداری و تمام نکاتی که اشاره کردم، دولت مصدق در تاریخ 100 ساله گذشته ایران یک دولت استثنایی است. اجازه بدید حاشیه‌ای هم در اینجا برم و بگم که چرا، به چه معنا این دولت استثنایی است. تاریخ ایران پس از دوره سامانیان تا هنگام مشروطه تاریخ حکومت‌های ایلیاتی است و فرهنگ ایلیاتی بر جامعه ایران چیره می‌شود و مشروطه کوشش می‌کنه به دوران فرهنگ ایلیاتی و دولت‌های ایلی در ایران پایان بده و دولت مدرن شهری در ایران بسازه. ولی باید گفت در این زمینه هم پس از فتح تهران، هنگامی که نیروهای بختیاری و دیگر دسته‌های عشیری در تهران مسلح شدند و پاسداری از مشروطه رو اونها در دست گرفتند، تقریبا میتوان گفت که برخی از سنت‌های ایلیاتی به جامعه ایران بازگشت و در حوزه سیاست ایران همچنان ماندگاری به خود نشان میداد. دوران مصدق یکی از نمونه‌های بسیار استثنایی از گریز از این فرهنگ پیشین جامعه ماست که تلاشی است حتی برای اینکه در تشکیل کابینه نیروهای حتی درگیر با هم کنار هم بنشینند. یعنی اینکه مصدق در دوره نخست زمامداری ریاست شهربانی رو به شاه واگذار کرده بود و رئیس و وزیر جنگ رو از کسانی برمی‌گزید که مورد اعتماد شاه باشند، کوشش او در مدارای جامعه بود و این ممکنه امروز در کشور ما مورد پسند نباشه و در دورانهای دیگری هم مورد پسند نبوده، ولی کوششی بود استثنایی در تاریخ ایران که بتوانند نیروهای متخاصم جامعه رو در تشکیل یک دولت ملی، اون هم در زمانی که نفت ملی شده بود و ایران زیر ضربات دولت‌های خارجی و محاصره تقریبا بود، بتوانند حفظ کنند. این مجموعه به نظر من کارنامه و میراث دوران مصدق است. اما در اینجا باید به یکی دو نکته کناری هم اشاره کنم و امیدوارم در پرسش و پاسخ، چون به من یادداشت دادن که وقت زیادی ندارم، در پرسش و پاسخ بیشتر موضوع رو باز کنم. اشاره می شود به رویدادهای دوران 25 و 28 مرداد. این رو تنها به عنوان شاید پست ختام و جنبه برحال
جالبی از تاریخ ایران خدمتتون باید بگم. اشاره می شود که نخیر این یک کودتا نبوده، یک قیام ملی بوده و این قیام ملی رو اساسا مردم سازمان دادن. من برای اینکه فقط نکته رو در این زمینه اشاره کرده باشم، قسمتی از این کتاب رو براتون میخونم. در تاریخ رو بگم 16/8/32 یعنی مرداد آبان و آبان مرداد هم حساب میکنم آبان 16 آبان یعنی حدود 3 ماه پس از کودتا، نامه ایست که من در کتاب عینش رو گراوه کردم از وزارت دربار، از کاخ پادشاه به امضای بهبودی رئیس دفتر شاه، خدمت تیمسار سرلشکر بادمان قلیچ، رئیس محترم ستاد ارتش. از این نامه رو خدمتتون بخونم. اعلی حضرت همایون شاهنشاهی امر و مقرر فرمودند از مدال یا نشانی که به نام قیام 28 مرداد تعیین نمایید به اشخاصی از قبیل، حالا اینجا هاشی هم بگم، یکش رو با اسم کوچیک میگن، یکش رو با اسم فامیل، به اشخاصی از قبیل آقایان شعبان جعفری و طیب که حقیقتاً با دوستان و همراهان خودشان فداکاری کردند مرحمت شده و زحمات آنها قدردانی شود. خب ببینید، این اگر یه قیام ملی بوده که شعبان جعفری و طیب که با همراهان خودشون، اینها همراهان چون اسم که نداشتن، همراهان یعنی بقیه لاتهای تهران، حالا به خدمتتون میگم، حقیقتاً با دوستان و همراهان خودشان فداکاری کردن مرحمت شده و از زحمات آنها قدردانی شود. ضمناً ببینید، این دربار پادشاه مملکت اسامی عده‌ای رو ضمیمه کرده به این نامه، ضمناً اسامی عده‌ای از آنها را پیوست ارسال می‌دارد تا در صورت موافقت کمیسیونی که برای این کار تشکیل می‌شود، تیمسار نخعی و آقای حسن کلانتری که شناسایی کامل دارند حضور یافته و صورت جامعی تهیه نمایند تا بعداً اشکالی پیش نیاید. یعنی دوباره لات‌ها نریزن خیابه. خب این لیستی که تهیه کردن فرستادند، خب اینجا که اسمو میخونید، تیمسار نخعی رو همین میدونیم کیست. تیمسار نخعی از شمار امیران ارتش بود که در دوران پاکسازی های پس از 28 مرداد کنار گذاشته شده بود، رئیس کلانتری های ایران بود، یعنی در اداره شهربانی رئیس کل کلانتری های ایران بود. طبیعی است که رئیس کل کلانتری های ایران شناسایی کاملی از لات ها داره، یعنی در این تردید نیست، بالاخره رئیس کلانتری. اما این آقای حسن کلانتری کی؟ من فکر کردم ایشون هم باید حتما یه ارتشی باشه که شناسایی کامل داره. یه وقتا پژوهش کردم فهمیدم این حسن کلانتری همون حسن هفلنگه، یکی از لات‌های تهران که رئیس لات‌های کاشی تهران بوده و از پیرامونیان آقای بهبودی. ببینید یه کمیسیون درست کردم از رئیس کلانتری‌ها آقای تیمسار نخعی و یکی از سردمداران لات‌های تهران که اینا بررسی کنن این لیستی که داده میشه مبادا کسی از قلم افتاده باشه و اینها به اصطلاح وقت مدال نگیرن. این لیست کیا هستن؟ طاهر رضایی، رضا ترابی، رضا مخملی، رضا قائمی، اکبر نجار، برادران طاهری، ناصر حسن خانی، اصغر استاد علی نقی، البته ناصر حسن خانی همون، حسین رمزون یخی و برادرش طبی اسماعیل پور، اصغر بنایی، حسین خداداد، هادی محمد علی، حسین آقا مهدی، قدم علی محمد رضایی و غیره. و بعدم لیست دیگه بهش اضافه میشه، مانند هفت کچلون، غلام حمامی، سید اکبر خبرات، قاسم سماوش سازان، رضا گاوی، اکبر زاهی و اسمایی که دیگه خدمتتون نمیگم. ببینید طبیعی است در جامعه‌ای که اولین درس خوانده و فارغ التحصیل ایرانی دکتر شده یه حقوق در اروپا در زندان زرهی به سر میبره و بیست و اندی از لات‌های تهران مدال میگیرند، ارزشی که در جامعه پراکنده میشه ارزش‌های دوران مشروطه و قانون مداری دوران مصدق نیست. این ارزش هاست که بعدها به رویدادهای سالهای پس از اون میانجامه و این
اسناد دیگه در اینجا هست که من نمیخوام بهش اشاره کنم. نکته‌ای که در واقع من دارم به اون میپردازم در این هست که فرهنگی که در اون هنگام در جامعه شهری ایران چیره بوده، من کاری به سنت رقابت جامعه پارالیلی که در ایران وجود داره، جامعه روستایی که بعدها به قدرت میرسه در قالب جمهوری اسلامی، به اون ندارم. ولی فرهنگی که در جامعه ایران اون زمان غالب هست، فرهنگ حکومت، فرهنگی است که بهش اشاره کردم، این نام است، فرهنگی است که این نوع آدم ها رو برجسته میکنه. فرهنگ چیره دیگری که در جامعه شهری ایران وجود داره، فرهنگی است که حزب توده نماینده بود است، که اساسا چشمانداز آینده جامعه رو از منظر منافع اتحاد جماهیر شوروی نگاه میکنه. من این رو به شوخی به یکی از دوستان در آلمان میگفتم، راجع به دموکراسی صحبت میکرد، گفتم اون زمانی که شما به شاه ولی ایراد میگرفتید که شاه دیکتاتوره، خب طرفدار استالین بودید که خب از شاه بیشتر دیکتاتور بود. بنابراین در فرهنگ سیاسی شهری ایران پدیده ای به نام مصدق و لیبرال دموکراسی یه پدیده استثنایی است، یه پدیده نسبتاً ناکامه. و اصولاً لیبرال دموکراسی ایران یک پدیده بسیار ناتوان در تاریخ ایران به شمار می‌رفته. و از این منظر است که اون کارهای نیکی که در دوران مصدق با وجود این فرهنگ‌های چیره دیگر یا فرهنگ‌های بسیار توانای دیگر در زندگی شهری ایران صورت گرفته، بسیار بسیار ارزشمند است. بنابراین موضوع بررسی دوران مصدق نقش قبر نیست، بزرگ کردن فقط یک شخصیت نیست، با ارزش کردن اون ارزش هایی است که ما آینده ایران رو می‌خواهیم بر پایه اونها بسازیم، و به گور سپردن ارزش هایی است که باید از جامعه ایران رخت بربنده تا بتواند جامعه ایران به راستی یک دموکراسی ماندگار و یک حکومت قانونگرا و سکولار رو بنا بکنه. سپاسگزارم. Gracias.